با شما و میلیون لحظات خوش داشته باشید. با همکاری افغان تلگرام بیاین یک چیز نو صحبت کنیم و عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. امشب پیش از شروع برنامه 1,000,000 افغانی به جای نامعلوم انتقال داده می شود. این پول در زمان مشخص توسط نیروهای امنیتی به محل ثبت برنامه خواهد رسید. تشکری خیلی خاص ویژه و جانانه از حامیان مالی برنامه شما و میلیون از شرکت مخابراتی افغان تلکام و عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. ما امشب هم دو اشتراک کننده داریم که بدون شک برای جنگیدن و برای به دست آوردن 1,000,000 افغانی به برنامه خواهند آمد و ما خیلی امیدوار هستیم که این گونه شد و احساس میکنیم که میتونیم برنامه خیلی خوبی را امشب داشته باشیم. در ابتدای برنامه یک بار خیلی سریع میگیم کسایی که دوست دارن در این برنامه شرکت کنن کافیست به 654 زنگ بزنن، کلید 47 را فشار بدن، نام، ولایت، شماره تماسشان را برای ما پیام بگذارن، همکاران و همراهشان تماس میگیرن و آنها را به این برنامه دعوت خواهند کرد. من امیدوار هستم که میزبان خوبی برای همه شما باشم در برنامه شما و میلیون و با افتخار دو اشتراک کننده امشب برنامه. سید فرهاد زلمی و سید حامد هاشمی. حالا لشکری سلام، تشکر، خوب هستین؟ جان شما جان، احوال و خیر، بخیر آمدید. تشکر، سلامت، زنده باشید. عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت دوست عزیز حاضر در تالار، به عنوان محترم در تالار و بیننده های عزیز. زنده باشید. عرض سلام به خدمت خودتان، حاضرین در تالار و بیننده های محترم تلویزیون یک. زنده باشید. تشکر از اینکه به برنامه ما آمدید، دعوت ما را قبول کردید. امیدوارم برنامه خوبی را داشته باشیم و شما بتانید که به 6 سوال ما درست پاسخ بدید و ما این 1,000,000 افغانی را دو دست تقدیمتان کنیم و امیدوار هستیم که در پایان این گونه شود. ما امیدوار هستیم. با روال برنامه آشنا هستید. شما باید به 6 سوال ما پاسخ بدید. سوال اول، دوم، سوم ما 4 جواب داره، 3 گزینه شما میتونید انتخاب کنید. سوال چهارم و پنجم ما 3 جواب داره، 2 گزینه رو میتونید انتخاب کنید و سوال ششم ما 2 گزینه داره و شما 1 انتخاب رو میتونید انجام بدید. امیدوار هستیم که شما سوال ششم با پول قابل ملاحظه ای برسید. پس به همین امیدواری بازی امشب را آغاز میکنیم با نام خدا و 3, 2, 1. دو گزینه. سلام الله علیها و یا علیهم السلام. سین. سلام الله علیها. انتخاب شد. چهار جواب رونمایی خواهد شد و حق انتخاب 3 جواب را دارم و معمولا سوالات نخست ما سوالاتی است که اشتراک کننده های ما با کمی دقت میتونن 1,000,000 را حفظ کنند. میبینیم. بی بی عایشه سلام الله علیها، بی بی مریم سلام الله علیها، بی بی فاطمه سلام الله علیها و یا بی بی خدیجه سلام الله علیها. سوال برنامه. عیسی علیه السلام پسر کدام یک از این بزرگ زنها می باشد؟
بی مریم. چهار جواب بی بی عایشه سلام الله علیها، بی بی مریم سلام الله علیها، بی بی فاطمه سلام الله علیها و یا بی بی خدیجه بی سلام مریم. الله علیها. 60 ثانیه. ما چون مطمئن هستیم همه رو روی گزینه بی مریم میمونیم. چه که پولان ابره که مختار میگیره همه رو یک دفعه. من امیدوار هستم که جوابتان درست باشه. پس 1,000,000 افغانی روی گزینه بی بی مریم. عیسی علیه السلام پسر کدام یکی از این بزرگ زنها می باشد؟ و شما از میان چهار گزینه‌ای که داشتید دقیقاً گزینه دوم ما را انتخاب کردید، درست است؟ یعنی بی بی مریم سلام الله علیها و کاملا هم مطمئن هستید که این جواب میتونه جواب درست تان باشه. کاملا نظر بی مریم یکی از بانوها، یکی از خانمها بسیار مشهور تاریخ بشریت هستن و هیچ تردیدی وجود نداره. خب عیسی علیه السلام پسر کدام یک از این بزرگ زنها می باشد؟ سوال نخست ماست و خیلی آسان. بی بی عایشه سلام الله علیها، بی بی مریم سلام الله علیها، بی بی فاطمه سلام الله علیها یا بی بی خدیجه سلام الله علیها؟ شما بی بی مریم با 1,000,000 افغانی را انتخاب کردید. جواب درست را می بینیم. اگر همون تو برده میش؟ والا اگر همون تو بردید، اما تو ما می رسانیم هر جایی که گفتید بایک خومه دند من یک چیز و دو نفر مامورین امنیتی همراه با بایک مخصوصش که هست به هر جایی که گفتید پول برتان انتخاب پیش از پیش متشکر هستیم پیش از پیش. پنج سوال باقی مانده، یک سوال رفت و دقیقا 1,000,000 افغانی که بود همچنان هست، اما سوالات قاسان نزایندم. ببینه دو گزینه، انگشت یا مشت. مشت 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 محکمتر میخوره. مشت مشت نشانه وحدت، نشانه قوت. مشت انتخاب شد. چهار جواب و هرچی که پیش میریم باید دقیقاً انتظار این را داشته باشید که سوالات من مشکل تر شده میره. مشکل تر شده میره. سخت تر میشه. میبینیم. تخمینه کوهستانی. نثار احمد بهاوی. حمید رحیمی. منصور فقیر یار. تخمینه کوهستانی داشت میگنه. حمید رحیمی. سلامت باید تکنه. حمید رحیمی. من سفرت فوتبال حمید رحیمی همون چپوستک زدیم. سوال من. کدام یک از این ورزشکاران در رشته مشت زنی فعالیت دارد؟ خیلی آسان. تخمینه کوهستانی، نثار احمد بهاوی، حمید رحیمی، منصور فقیریار. 60 ثانیه. حمید رحیمی. حمید رحیمی. کاملا مطمئن؟ کاملا. چون سه نفر دیگر هم با تمام مشخصات میشناسیم؟ میشناسید. بله. تخمینه نثار حمید تنظیم میکنند. نثار هم تکواندو باز است. منصور فقیر هم فوتبالر است. حمید رحیمی یک کسی است که اون حریف سیاپوس شد. نو. هفت. هفت. چهار. سه. دو. بسیار خوب. 1,000,000 افغانی حمید رحیمی و همچنان شما 1,000,000 افغانی را دارید، اما نمیدانیم که 1,000,000 افغانی میمانه یا 1,000,000 افغانی میره. ما امیدوار هستیم. کدام یک از این ورزشکاران در رشته مشت زنی
فعالیت دارد. تهمینه کوهستانی، نثار احمد بهاوی، حمید رحیمی، منصور فقیریان. می‌بینیم؟ تهمینه کوهستانی نبود و تهمینه بخیر بریم. ببخشید. تهمینه کوهستانی سریع‌ترین بانوی افغانستان در رشته دوش و بعد دو دوره 2008 2012 دو دوره مسابقات المپیک را هم تجربه کرده، المپیک بیجینگ و المپیک لندن که متاسفانه در آنجا دستاوردی نداشته، اما حضور تهمینه کوهستانی به عنوان یک بانوی افغان در میادین خیلی معتبر ورزشی حس خوبی به ما میده. وقفه کوتاه. ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و عزیزی بانک، عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. شما بیننده برنامه شما و میلیون هستید و نثار احمد بهاوی، حمید رحیمی، منصور فقیریار، سه چهره ای که خیلی آشنا هستند. و سوال ما این بود کدام یک از این ورزشکاران در رشته مشت زنی فعالیت دارد؟ تامینه کویسانی را آورده بودن که تامینه کویسانی نبود. تامینه کویسانی خیلی سریع میدوه اما فکر نمیکنم تا کنون مشتی به کسی زده باشه. نثار احمد بهاوی پولی نگذاشتی روی آن، حمید رحیمی 1,000,000 افغانی و منصور فقیریار بدون پول. ببینیم جواب درست. منصور فقیریار هم نبود. منصور فقیریار دروازه‌بان تیم ملی فوتبال افغانستان، یا اگر حالا دروازه‌بان نگوییم راحت نیستید، گلکیپر تیم ملی فوتبال افغانستان به انگلیسیش، که برای یک مدت چهره خیلی ماندگاری شد وقتی اون دو پنالتی را که گرفت. اما من امیدوار هستم که در آینده هم ما مثل منصور فقیریار داشته باشیم، مخصوصا از فرزندانی که در درون افغانستان خاک میدان‌های خاک و خاکپر افغانستان را خوردن، ما استراتژی و برنامه‌ای داشته باشیم که بتونیم از این میدان‌ها هم ورزشکارانی را به تیم ملی بیاریم. درست است افغان‌هایی که در آلمان، آمریکا، کانادا، هر جای دیگر زندگی می‌کنن افغان هستن و افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی رو باید داشته باشن. اما تا کی چی شه ترانسفری کار کنیم؟ می‌بینیم. و نثار احمد بهاوی که اصلا فراموش من نمیشد در او همهمه هایی که در رابطه با شکست های پیاپی ورزشکاران افغانستان و تیم های ورزشی افغانستان در میادین بین المللی در او سالهای نچندان دور به گوش ما میرسید، به یک باره یک انفجار در ورزش جهان رخ داد و این بود که نثار احمد بهاوی بوت تکواندوی جهان یعنی هادی سایی ایرانی را شکست داد و دقیقا در او امتیاز طلایی هم شکست داد. با او حرکت زیبایی که رفت و او امتیاز طلایی را گرفت و نثار پیروز شد و مدال نقره رقابت های جهانی تکواندو را گرفت اگر اشتباه نکنه. حمید رحیمی هم که نشناسیم، نخستین قهرمان افغانستان، وقتی میگیم اتم اکونومی یعنی افغانستان، نخستین قهرمان افغانستان در رقابت‌های جهانی بوکس حرفه‌ای و لقبی که برای حمید رحیمی دادن اژدهاست، اما فدراسیون جهانی بوکس بسیار زحمتکش است واقعا. و خوب 4 سوال باقی مانده، 2 سوال رفت و 1,000,000 افغانی همچنان با شماست. بایک را بگویم آماده کنن؟ آماده کنن بله. بایک آماده کنید، موتور هم آماده کنید. چیز نگین، بایک آماده باشه. خب بایک فعلا آماده کنید، سوال دیگه مان محافظه را آماده کنید. دو گزینه، شیرین یا زلال؟ شیرین. زلال. شیرینی تشنگی را دو برابر میکنه. یقینا زلال انتخاب شد. یک، دو، سه، چهار. چهار جواب و شما حق سه انتخاب رو واسم دارید. این سوال آخرتان است که سه انتخاب میتونید داشته باشید. از این عبور کردید، دو انتخاب. میبینیم. روسیه، عربستان،
کویت، تاجیکستان. روسیه، عربستان، کویت، تاجیکستان و شما حق سه انتخاب را دارید. زلال را انتخاب کردید. سوال برنامه؟ بزرگترین منبع آب شیرین دنیا در کدام کشور موقعیت دارد؟ هیچ کس سوال نخوانه امرای من، لطفا همه آرام. روسیه، عربستان، کویت، تاجیکستان. 60 ثانیه شما زمان دارید. روسیه مطمئن است. روسیه چون کشور ساکنان است، برف گیر است، برف زیاد داره و آب هم زیاد داره. عربستان خواب خوب نداره. کویت هم کویت در جمله در کشور کم آب دنیا است، مثل اردن و هنگ کنگ و تاجیکستان هم آب. روسیه نداریم، روسیه و تاجیکستان. تاجیکستان برف کنگ. عربستان آب زمزم داره. اما قسمت زیاده. این نیم میلیون شده؟ مطابقش سر عربستان چه میلیون؟ نه عربستان نمان نیم احتمال داره تاجیکستان نمان ده؟ کمی زیر زاد میکنم زیر فیز؟ نه عربستان نمان کنم باش بیرگیر؟ بیر پاس دارم بیر دیده اونه؟ من چیزی که نمیدونم مقصد آب زمزم رو کنید تبرم ببرم دست نزنید از پولو که من میگیرم گپ شان دادم تشکر 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 خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم لطفا لطفا تشویق نکنید لطفا خواهش میکنم تشکر 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 یه دفعه اشرف خنیر میگیم که مرکت خود کنفرانس منفرانس شد باوره دمی دو دقیقت قراردادهای میلیاردی رو امضا میکنم در جان کلشان هم میزنم خب بزرگترین منبع آب شیرین دنیا آب شیرین دنیا در کدام کشور موقعیت دارد ما فقط گفتم آب زمزم رو تبرک میبرن نگفتم که بزرگترین منبع آب شیرین دنیا آب زمزم روسیه، عربستان، کویت، تاجیکستان شما انتخاب کردید که امکان داشت لحظات پایانی 500 هزار روی روسیه باشه زلمه جان میخواست کمی پول بیشتر روی روسیه با رفت که پول بیاره که دید که رفت کل پول روی تو خرابی کردی من خب فقط گمراه کردی نفر یه گپ زدم زیاد به گپای من توجه نکنید در قسمت من میخواستم سر هزار دگرم بیارم سر روی روسیه خب زمان نبود جواب درست اول میشه بدون بایکم ببریم محافظم ضرورت آمیشه میشه تاجیکستان نبود با 350 هزار افغانی تاجیکستان نبود عجب آب شیرینی داره فقفه کتا ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام بیاین یک چیز نو صحبت کنیم و عزیزی بانک بانک مورد اعتماد همه روسیه، عربستان و کویت روسیه 250، عربستان 400 هزار و کویت 350 هزار برای تاجیکستان بود که باز شد نبود تاجیکستان جواب درست ما بزرگترین منبع آب شیرین دنیا در کدام کشور موقعیت دارد؟ ده ثانیه دیگه اگر ما به شما زمان بتیم شما با این 650 هزاری که در برنامه مانده و سه گزینه دیگر چی میکنید؟ دو ثانیه زمان بتیم پولا را همه را سر روسیه میمانیم همه را؟ نه همه را با آب زمزم هم به شما میبخشیم میبینیم کاش دست نزنیم عربستان باز شد کویت یا روسیه میبینیم <تص->
150,000 افغانی را شما از دست دادید در این سوالتان و 250,000 افغانی را با خود از سوال سوم و سوال چهارم آوردید. فقط همو بیک هم روان کنید، کار نیست و محافظارم روان کنید، موترم کار نیست دیگه. نه موترم مشکل نیست، موتر آوردید نه. خب بیک و محافظ دیگه کار نیست، پیسه این خواه نمیمانه دیگه. خب سه سوال واقع مانده، سه سوال رفت. حالا رفتیم به نیمه دوم برنامه که سه سوال سخت ما شروع میشه. دو گزینه، دومین یا دریا. دریا. بازم از پشت رو میگردید. دریا. میخواییم جبران کنیم. دریا. او پیسر رو برد، مقصدی پیسر رو نبرد. او هم او شیرین. دریا. دریا یا دومین. دریا. 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 خیلی سخت است اما دریا. چانس‌هایشان برای انتخاب یا برای تقسیم کردن پول‌ها کمتر شده، پس بازی سخت‌تر شده. حالا فقط سه جواب برایشان باز میشه و فقط حق دو انتخاب جواب را دارند. سخت میکنه کارا. میبینیم؟ اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند. سوال برنامه؟ دومین اقیانوس بزرگ جهان کدام یک از اینها می باشد؟ آرام، اطلس، هند. آرام خو کلانتری از بحرالگاه هل نیم؟ آرام، اطلس، هند. اطلس است. آرام، اطلس، هند. 60 ثانیه. یک جو بینیم. آرام خو آرام بزرگترین است نیم؟ هند هم خو کلان نیست. ساتلاس است چون خیلی ساتلاس آرام مطمئن است کلان است و هند اطلس است. کلشون کلشون یک بند نلیجی نه کلشون نه یک بند. ما مطمئن است سعیس نیستی؟ نه مطمئن است هند خورده است، آرام کلان ترین است. تمام پولتان روی اطلس؟ اطلس، بله. خس خس 95% میتونان دارم چون آرام بزرگترین اقیانوس است و هندم یک بندلگان خورده است. برای 25% دیگر نمیخواید 25,000 پول بانید؟ بازی میکنم دومین اقیانوس کلان دنیا است، اطلس. نه نمیفهم، معلومات نداشتم دیگه. نه چون بحر آرام، اقیانوس آرام کلان ترینش است و هند قدر کلان نیست که دوم باشه. دومین اقیانوس بزرگ جهان کدام یک از اینها میباشد؟ اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس یا اقیانوس هند؟ و با جرأت انتخاب کردن که اطلس. هفتاد و پنج درصد مطمئن بودید خیلی خوب است. 95%. 95. خب 5% 5,000 نبود که دیگه 5,000 شوش میماندید. خب برای 250,000 میشد که 225,000 روی اطلس باشه، 25,000 دیگر روی گزینه دیگری که 1% شک داشت. ما جغرافیم خوب است. جغرافیاتون خوب است. اتفاقا چند بار سر اقیانوس اطلس پرواز کردم. با مو خاطر روسیه را کم پول ماندید؟ ما 500,000 مانده بودم. 500,000 کم نیست. اشتباهی من بود. گمراه کردین شما. ما کار می‌نیم. ما می‌خواستم دیگه پول اضافه بکنم. پول اضافه بکنم. من میگید گمراه کردم، من کار نیست. نه او کار شیطان است. ما تازه می‌خواستم پول اضافه بکنم که یاقا دگان پول آورده طرف. وقتی ما برنامه را از تلویزیون تماشا می‌کنم فکر نمی‌کنم گپای خود قدر تاثیرگذار باشه. اما این جدیدم که خیلی تاثیر می‌کنه. دقیقاً مهم است که کدام گپ را در کدام لحظه بگوییم. بله. ما در اون 4 ثانیه آخری که زلمجان اون طرف رفتن شما تمام بودید، گفتم زم 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 طرق رفت روی عربستان کل پول نیمه و
بچه‌م لذت زمزم همش چشیده بودم، فکر کردم حالا زمزم. خوشحال شدم که شما دارید. زمزم یک چشمه است، اونا میتونم بزرگترین منبع آب شیرین جهان یک چشمه. روسیه کشور بسیار کلان است و منابع بسیار بزرگ ذخایر برفی داره. به این دلیل بشه اول ما فراجان اینجا موافقه کردیم که روسیه، اما بعد از اونجا که رفتید یک از به نام لشکری آمد، لشکری آمد لشکر کشید. خدایا شکرت، خدایا این قدرت از من نگیر، قدرت فریب دوستا رو از من نگیر. و جواب درست. صد درصد چون به اقیانوس آرام بزرگترین اقیانوس است. آرام را میگن بزرگترین اقیانوس است و اطلس دومین اقیانوس بزرگ جهان هست. هند را گفتن که رفت، 100% مطمئن شدن، اما خوب نیست که 100% مطمئن باشد. بچه گفتن 1,000,000 افغانی را میبریم، سنگ بزرگ برداشتن نشانه نزدن از نه. گفتن مطمئن هستیم اطلس است. شما برید وقفه. ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم و عزیزی بانک، عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. شما بیننده برنامه شما و میلیون هستید، در جایی که دقیقا ما بر در همین لحظه در بین دو اقیانوس قرار داریم. اقیانوس آرام در یک طرف، اقیانوس اطلس در سوی دیگر. هند خب شکر خدا رفت و حالا ما ببینیم که از بین دو اقیانوس کم اینیسو بیاییم. 250 هزار افغانی بر روی اقیانوس اطلس قرار گرفته. در سواله دومین اقیانوس بزرگ جهان کدام یک از اینها می باشد؟ هند نبود، آرام است، اطلس نیست. نمیفهم، شاید اطلس باشه آرام نباشه و میبینیم. اطلس نیست. اگر مختار لشکری نبود حالا 500 هزاری طرف کش میگریم. بله اگر مختار لشکری نمی بود شاید مختار می بود. بی لشکر نه، این برنامه می بود. من میخواستم بگم شاید این برنامه نبود، نه این برنامه می بود. سوال پنجم ماست که جز دشوارترین سوالات تمام 6 سوال ماست و شما دقیقاً به سوال پنجم ما رسیدید که من امیدوار هستم که این 250 هزار افغانی برایتان وفا کنه و بماند. و شما 4 سوال ما رو پشت سر گذاشتید با 250 هزار که اگر بر روی همان آب شیرین اشتباهی صورت نمی گرفت و دوستان به حرف من هم اکت براجان، شما حالا شاید نیم میلیون هر بریم. هزارم بیشتر نیم میلیون بود. شما رفتید دیگه پول میاردم. دو گزینه، تتو یا خالکوبی. خالکوبی. تتو نامش خوشم نمیاد. تتو یک رقم، تتو خاطرم میگم. تتو یک رقم چندشاور است، یک نام. بعضی چیزا منفی نیست، با اینکه یک نام است اما اون منفی. ریتمش خوش آدم نمیاد. مثبت نیست، منفی است. ریتمش خوش آدم نمیاد. آدمای ناخوشایند میگن بسیار تتو آدم است. تتو خاطرم میگن در افغانستان. خالکوبی. تتو طور دیگر انجام میشه، خالکوبی طور دیگر است. دو چیزم نباید مکس کنیم. خب عالی عالی، تتوهای شش ماه هم برآمده. نو استیکر است. خالکوبی انتخاب شد. بسیار خوب. 98%، 99%، 100%. چی باشه؟ خالکوبی و 98 99 100%. فراجان ضرر داره به وجود؟ چقدر ضرر داره؟ 100% نه، در کل من فکر می‌کنم ضرر داره. خب گناه داره. گناه 100% گناه داره. 100% گناه داره. سوال لاکی دایموند ریچ ریکارددار جهانی بیشترین خالکوبی بر روی پوست بدن دارای چند فیصد خالکوبی بر روی بدن است؟ 98 99 100 60 ثانیه.
صد. نه صد نه. صد. وقتی اگر نفر 9% بود 98% دیگه چیز نبنه. اگر نفر میتونه 100% 98% جان خود خالکوبی بکنه. 2% دیگر هم میتونه بکنه. نه یک دونش جمعه من اما دور معقد اینجا امکان دارد یکیشه نه یکی دو نه دارد کلش میکنن فکر نه نه میکنم مشکل ندارم من دیدیم یکی دوگم نه یکی دوگم یکی دوگم نه یکی دوگم بس خوب است بیگه سا کم شد بسر بیزو کم کردی من مطمئن است مخاطر زی که وقت نداشت صدکت دفسه دیگه هیچ چیزی نیست این خوانده ما من فکر میکنم رزقتان خیلی زیاد است یک سوال دیگر باقی مانده و کوشش کنید که ادامه ده یک گزینه دیگر میتونید انتخاب کنید و اگر ببازم من لشکری به گفت نمیکنم 250,000 خدا باختن 250,000 متبر که از من دلیلش منطقی بود دلیل من یک دلیل دارم آقای لشکری من یک نفر اگر بتونه 98% یا 99% خالکوبی بکنه 2% یا 1% دیگه چیزی نیست خالکوبی نتانه ما 1% 2% به خاطر اگر تفاوت زیر زیادتر می بود شاید من شک میکردم ولی چه استدلال خوبی ای جواب ندارم چون ما دیدیم زیاد آدمایی که خالکوبی کردن زیاد خالکوبی کردن استدلال خیلی خوب اما یک موضوع بعضی از نقاط بدن نمیشه خالکوبی مثلا زبان را چطور باید خالکوبی مثلا چون گفته روی پوست بدن روی پوست خب بدن گفت تو بس اگر تو باشه درون دهان فکر نمی کنم پوست بدن نیست وقتی که جلد میگه ما خب درون بدن مخاط خب است نوک انگشتان میشه من دیدیم نوک انگشتانه من نمیفهمم واقعا اون نفر چند فیصد بود من نفر دیدم که صورت هیچ معلوم نمیشد از خالکوبی عملا در جرمنی دیدم یک نفر میرخم یعنی شما دیده بودید که تمام صورت حتی این لایه های گوش هم خب روی پوست است یکی از کوچه های خالکوبی در جرمنی رفتن که خالکوبی میکنن برلین واقعا وحشت کردم وقتی خوصم. کسی میخواد 99% یا 98% ریکارد قائم کنه نه من با شما با فراد کاملا موافق هستم من میفهمم چی شد ما بر مبنای از میگه روی پوست بدن میگنی وقتی کل بدن نیست پوست بدن است چشم مستثنا است داخل دهن مستثنا است یا مثلا داخل بینی مستثنا است روی پوست جایی که معلوم میشه جایی که بیرون است پوشش بدن روی زوم امکان داره من فکر کنم ما پذیرفتم و استدلالتان خیلی قوی بود کسی که میتونه 98 یا 99% را خالکوبی کنه یکی 2% دیگر هم میتونه خالکوبی کنه که 100% شوه و ریکارددار شوه این 98% اگه ممکن بوده 100% لاکی دایمن ریچ ریکارددار جهانی بیشترین خالکوبی بر روی پوست بدن دارای چند فیصد خالکوبی بر روی بدن است 98 99 100 درصد خالکوبی یعنی شما جایی را نمیتونید روی پوست رو پیدا کنید که خالکوبی نشده باشه این چرچی بلا آدم بوده و در حافظه فراموش شدیم تو چیزی به یاد دارم که چیز خوانده بودم ما رو در فیسبوک 100% فکر میکنم عکس هم دیدیم اینا مطمئن نیست 99 بوده یا 100 بوده و ما میگم 100 است چون 99 اگر شد سرم میشه ما میرم واکم میگیره گیر گمراه نکنید ببینیم او خورترک چند است؟ 25,000 بد نیست؟ خوب است یک ماه تیل ماتر میشه ۲۲۵,000 دیگر در برنامه باقی مانده و 99% خالکوبی بدن صحیح یا 100% اما از ما به شما نه نصیحت نه خودم میگم در هیچ شرایطی حاضر نیستم که یک نقطه خالکوبی در هیچ شرایطی حاضر نیستم حتی اگر عاشق شوی نفر بیایید من براتون قصه کنم نفر عاشق شده نفر نامزد شده از زیر گردن تا اینی انگشت خود نام نامزد خود را تتو کرده خالکوبی کرده بعد از این مود است دیگه مود شده دیگه بعد از 2 ماه نامزدیشان خراب شده رفته گفته ایره پاک کو من دیگه گفته تا 6 ماه پاک نمیشه تا 6 ماه دیگه این آدم تو گشته نامزد نشده بسیار هزینه داره پاک کردن از این بسیار هزینه پاک کردن از این جالب است داوود ناجی فکر میکنه نشته بود در بی بی سی که از یکی از کوچه ها بازدید کرده بود مطمئن است که بر یک از خبرنگارای بی بی سی بود که چند مرکز تتو از خالکوبی است و 2 مرکز در کنارش است که خالکوبی رو دوباره پاک میکنه
برداشت بسیار جالب داشت از این صحنه. جوان ها میرن برای خالکوبی، پیرا میرن برای پاک کردن. این یک سلسله از زندگی است که بالاخره اما زمان اما فکای ظلمیارا دیگه به یاد ما میاد، مود میره قاراش به آدم میمانه. همه تو یک چیز از دیگه مود نامزدیت فصل میشه، دغم نام نامزدت ماندی دیگه، کسم زن نمیتت رفتی گرفته پشت پلک خودت، گفته نوشته کن که عزیز من دوست دارم اینجا. او گفته نمیش، گفته نه نوشته کن نامشه، او همیشه در این چشم ماست. شما برید بیاید که ما براتون قصه کنم در کجاهای خود خالکوبی کردنی بیاده با. شما و میلیون، آخرین بخش از برنامه امشب و سوال پنجم ما که تا هنوز دو جواب مانده و پول زیادی هم مانده، 225,000 افغانی. بسیار خب، 225,000 100% و 99% بدون پول. سوال ما این بود: لاکی دایموند ریچ ریکارد دار جهانی بیشترین خالکوبی بر روی پوست بدن، دارای چند فیصد خالکوبی بر روی بدن است؟ 99% خالکوبی کرده یادم، 100% خالکوبی همچنان برای من یک معماست. یعنی همچنان برای من این خالکوبی 100% یک سوالی است که حل نشده. بعد از اینکه من از برنامه خلاص شدم باید برم کامل راجع به از این موضوع تحقیق کنم که آیا واقعا 100% خالکوبی. من نمیدونم، باور کنید استدلالتان فرها جان خیلی خوب بود، اما من همچنان نمیتونم قبول کنم که یک انسان 100% خالکوبی کرده باشه بدن خود را. روی پوست بدن نه، روی پوست. بله روی پوست. خب ببینید نقاطی در بدن هست که باور کنید خالکوبی نمیشه. روی پوست نیست، مثلا دهن بدن است ولی روی پوست نیست. چشم منظور بدن است ولی پوست نیست. نه خال چور تو دائم از گردن به بالا رو میگی فرها، از گردن به پایینم بیاد عزیز من برادر، این پوست است دیگه، همه جا پوست است. خب دلایل چطور میتونه خالص از گردن و پایین همون پوست است؟ قبلا برشان گفتم، اما اون مسائل حل است. اون مسائل حل است. میشه؟ میشه. روی پوستش میشه. روی پوستش میشه. جدی؟ نمیشه. نام نامزد خود خالکوبی نکرده خود. بریم ببینیم 100% یا 99%. امیدوار هستم که 100% باشه. فراد زمان برای تغییر نمیخوای؟ نه اصلا. پیش میریم. وقتی که میخواستم ندادی. یک میلیون نه. خب بسیار خب، 225,000 این آدم شهروند زلند نو چیزی که معلوماتی که در رابطه با این در صفحات اجتماعی هست، در سال 1971 متولد شده در زلند نو و خود او هم از کشور زلند نو هست و این انسان فراجان حتی داخل دهن خود را هم خالکوبی کرده. یعنی داخل دهن، اینی پوست است، داخل دهن را خالکوبی کرده. خب داخل گوش خود را تا جایی که امکان داشته خالکوبی کرده، تا جایی که دس رفته خالکوبی کرده و حتی این آدم نه کف پای خودم خالکوبی کرده. اوف جانم برام گفت جایی که دست نمی رفت رنگ خورده حتما. نه میخواستم بگم قفه پای نمیتونست میشهر میدونم. خب حتی یادم قفه پای خانه. خب یک سوال مانده تا 225,000. مبارکا. و سوال ششم ما سوال است که بیشتر حس ششم نیاز است تا معلومات عمومی، یعنی توریست که حدس باید بزنی. بگذینم.
وزن عقاب یا جسامت عقاب خیلی مشخص است دیگه. وزن خیلی مشخص است. سوالم جوابم مثلا وزن عقاب حتمش وزن حد وزن ساده تر از نسبت به جسامت اون در عقاب عقاب مثلا چقدر متر میکنه؟ مثلا شاید باشه که عقاب در 4 ساله در 4 ماهگی چقدر وزن داره؟ وزن شاید اینی باشه. عقاب در زمان تولد چقدر وزن داره؟ وزن عقاب انتخاب شد. حد وزن ساده است. اردش سخت. ببینید آمار و ارقام همیشه مشکل بوده، یعنی وقتی که گپ به ریاضی میرسه، گپ به وزن و کیلو و عدد میرسه، پیدا کردن جواب مشکل هست. قبول میکنید؟ یقینا. وزن تا اندازه کمک کننده است نسبت به جسامت، چون عقاب شکلی داره که مثلا جسامت از رو چگونه اندازه گیری میکنی؟ 5 سانتی، 6 سانتی. شاید گفته باشه مثلا در جواب آمده باشه عقاب اینقدر و جسامت داره یا اینقدر. عبور چه قسمی میگه مثلا؟ اینقدرش چه قسمی؟ برش، طولش، قدش، جسامت. باشه یک دو تا دست آمده باشه اینقدر یا اینقدر. باشه خب میبینیم تفسیر نمیکنیم. میبینیم گفت وزن عقاب این واقعا نموز که حد باید بزنیم. دقیق. ما هیچ وقت عقاب نداشتیم، نخوندیم. از نزدیک هم ندیدیم عقاب و میترسم هم ازش. 350 گرم. 350 گرم. برکو 350 450. سوال من، عقاب نیکوبار جنوبی به عنوان کوچکترین نوع عقاب چقدر وزن دارد؟ 350 450. 60 ثانیه. حتی گرام. میفهم یک کبوتر چخمه؟ عقاب نیکوبار جنوبی فرهاد جان و دوست عزیزمان با عنوان کوچکترین نوع عقاب چقدر وزن دارد؟ 350 450. 350 گرام. لشکری میبینی؟ نه میبینی؟ وقت کم است. در جیب؟ نه در جیب نه. فقط یک گزینه داریم؟ یک تقسیم نمیتونیم؟ اصلا. 350 هرچی کجا با قاب هست هرچی کجا کجا سه پیجا برابر یک گوشش کنیم. هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک و تمام. عقاب نیکوبار جنوبی به عنوان کوچکترین نوع عقاب جنوبی. از این مشخص نیست جنوبی کجا مثلا؟ جنوبی افغانستان؟ جنوبی کجا؟ چقدر وزن دارد؟ 350 گرام یا 450 گرام؟ 225 هزار بر روی 450 گرام قرار گرفت و 350 گرام ما، در حالی که ما وزن کوچکترین نوع عقاب را خواستیم. 350 به نظرم بسیار کم است. عقاب هر چی باشه عقاب است. 350 اضافه تر از یک گنجشک چاق نمه. 350 گرام وزن کم است. قبول میکنم. ولی حدس است. خوبتر است. ما گفتم هیچ وقت عقاب نداشتیم. خب. و دایی یک چیزی که ما با فرجان هم نظر شما چون پرنده دارم در خانه. از این پرنده زینتی دارم. از اندام و قیافه و وزن از اونا ما تانیستم چیزی حدس بزنم. یک توتی بسیار خورده که مثلا در خانه دارم جان، ما حدس میزنم شاید از 350 گرام زیادتر باشه. ولی عقاب چون بالهای کلان داره به این دلیل من فکر میکنم بیشتر از 350 یعنی 400 حتی اگر کوچکترین باشه. نمیخواید تغییر بدید؟ میبینیم. با این برد آخر آمه جان ما میتونم عفو بکنه به خاطر کاری که وقت عربستان انجام داده. شکر تشکر و جگر خودتان خون لشکری سر از من چرا خون رفتیم؟ از صاحب پیسه خون بی پول نرفتیم. قابل تا ندار آقا لشکری خواهش میکنم. میفهمید؟ نمیشین یارو بر ما آزاری بتین؟ میشه
اما چیز میگیریم باز پیسه را کم میکنیم یکمی یک هزاری بتیم و یک هزارش از خودت تشکر با. و نه یک لحظه هیچ اعتراضی نکردن آمه جان که چرا من یک بسته فراجا نکه خو گناه خدا میفهمن سر آب زمزم هنوز یادشان هست گناه خدا میفهمن هر وقتی که آب ببینن یادشان میفتن دو سر بینجا آزار افغانی زمزم من مطمئن هستم فراجا نیره کلش به من میده چون من نامزاد هستم خرش مصرف من بالاست بعض وقت خیال های باطل لذه این انسان خطور میکنه و هیچ کسی مجبور نیست که خیال نداشته باشه بیدون شد فراجان ازدواج کردی؟ یک بار تا فعلا فقط یک دفعه خب یعنی شما بر بار دوم هنوز نامزد هم نشدید پس این پول کلش به درد شما میخوره مرد بیاد تو نامزد هم شدی فراجان هنوز نامزد نداره چرا خوب میفهمم آقا تشکر از اینکه به برنامه ما اومدید خیلی خوشحال شدیم یکی از خوبترین برنامه‌ها بود به دلیلی که در پیدا کردن جواب‌ها تنها حس ششم به شما کمک نمیکرد تنها حدس نمیزدید و میگشتید تا منطقی رو پیابید تا از او طریق به جواب درست برسید سپاسگزارم از شما هم برای ما فرصت دادین یک جای میریم من نرفتم عقب اومد پشت سر اومد تو من منظورم پایان انداز خود یک جای پایان نیست راه برات دلا بفرمایید گفتم من بسیار خوشحال هستم که برای ما فرصت دادین که بیایم پول واقعا مطرح نیست مطرح است ولی همه چیز نیست بازم بغل کردنت معلوم است ولی همه چیز نیست اگر بسیار مطرح نمیشد تو بغل میکردم همه چیز نیست پول ولی خوب است که بعضی فرصت ها مساعد شه که آدم بتونه استعداد خود به نمایش بگذاره استعداد خود امتحان بکنه من واقعا با برنامه رو تعقیب میکنم از روال برنامه ها میفهمم که شاید من بتونم خوبتر بازی بکنم چون سوالاش تا هر میدیدم سوالا رو که چگونه سوالا هسته به این خاطر بسیار علاقمند بودم در برنامه اشتراک بکنم تا اینکه فرصت برام مساعد شد و امروز هم بازم تکرار میکنم که انگیزه ما پول نبوده 100% تا یک حدی بوده واقعا ولی میخواستم استعداد خود امتحان بکنم در برنامه حضور پیدا بکنم دوستا رو ببینم زنبات خیلی خوشحال شدم از دیدنتون تشکر حامد جان تشکر من ببخش دیگه من عفو کن موضوعی زمزم میره اگرچه قابل بخشش نیست فرماتم باشید تشکر شما دوستان عزیز سوتنده با ما همراه بودید از حامیان مالی برنامه شما و میلیون شرکت مخابراتی افغان تلکام و عزیزی بانک بانک مورد اعتماد همه اگر دوست دارید در این برنامه شرکت کنید کافی است به 654 زنگ بزنید کلید 47 را فشار بدید برای ما نام ولایت شماره تماستان را پیام بگذارید حتما با شما تلفنی تماس خواهند گرفت و شما را به این برنامه دعوت خواهند کرد خدا نگهدار تا دیداری دیگر تا شما و میلیون دیگر با همکاری افغان تلگرام بیاین یک چیز نو صحبت کنیم و عزیزی بانک بانک مورد اعتماد همه